به نام خداوند بخشاینده و مهربان برز سلام و خسته نباشین خدمت شما بیننده های عزیز. امید که جور صحتمند سرحال باشین و همچنان روز را به خوبی و خوشی آغاز نموده باشین و امید که به خوبی و خوشی تا پایان روز البته روز را به پایان برسن و همچنان باز هم منیگی نظیمی در کلبه گرم و صمیمی بستان عافیت با مهمان های عزیز ما در ارتباط با موضوعات صحی شما عزیزان میپردازیم که اگر در ارتباط با موضوعی که دکتر سیوای ما عزیز با ما صحبت دارن کدام سوال نزد شما بیننده های عزیز خلق میشه میتونین که از طریق شماره تماس برنامه ما با ما با تماس شوین. شماره تماس برنامه ما هست 0730 700 730 و همچنان جا داره که یادآوری کنم برنامه ما را در یوتیوب نیز میتونین دنبال بکنین و همچنان نظریات و پیشنهادات نیکتان را با ما در جریان بگذارین. امروز خوشبختانه ما دکتر صاحب دکتر قیوم هاشمی را با خود داریم که ایشان ماهر امراض داخله عمومی هستند و امروز خواستیم که پیرامون روماتیسم و همچنان روماتیسم مفصلی و روماتیسم قلبی با دکتر صاحب صحبت های داشته باشیم و دکتر صاحب در ارتباط با این موضوعات معلوماتشان را ارائه بکنن. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. سلام خدمت شما، سلام خدمت بیننده های عزیز، صبح شما همچنان بخیر. سلامت باشین دکتر صاحب. ما قسمی که یادآوری کردم موضوع برنامه روماتیسم هست، چی خوب است که بگویید روماتیسم چی نوع یک بیماری هست؟ بله، روماتیسم یک بیماری خود ایمنی بدن است. بله، یعنی بیماری سیستم دفاعی بدن است که دارای چندین نوع می باشد و این بیماری معمولا اصولها، مفاصل و بافتهای همبند را مصاب می سازد و باعث ایجاد درد و التهاب مفصل می گرد. و به عبارت دیگر روماتیسم یک مرض سیستم دفاعی بدن است که بالای مفاصل بدن حمله می کند و باعث ایجاد درد و التهاب و یا کرختی و سوزش دست ها میگردد. بسیار عالی دکتر صاحب. خب میشه بگوین که میکانیزم اصلی روماتیسم چی هست؟ چون روماتیسم اصلا سیستم دفاعی بدن انتیبادی های را که وارد خط مفاصل بدن میکند و در اونجا اینمی انتیبادی ها بالای باف های سالم بدن حمله میکند و باعث ایجاد درد، التهاب و حتی باعث ایجاد سوی شکل مفاصل و تحریب مفاصل همچنان میگردد. و همچنان روماتیسم یک مرض مزمن است. بسیار عالی دکتر صاحب، چه خوب است که در ارتباط با امراض علائمش نه صحبت بکنین. یک فرد که مصاب به روماتیسم مفصلی و یا همگیریم تمام روماتیسم باشه و هم قلبی، چی علائم را از خود نشان میده و هم از کدام نکات اکثرا شاکی هستن اینا؟ بسیار خوب، روماتیسم مفصلی در اوایل اعراض و علائم زیاد داشته نمی باشد. البته آهسته آهسته به تدریج شروع به اعراض و علائم می کند که اعراض و علائم اولی روماتیسم عبارت از خستگی و همچنان تب پایین، کاهش وزن بدن، درد مایچه های بدن و همچنان احساس کرختی و سوزش در کف دست ها. البته بعد از سپری شدن مدت زمان، یعنی زمان طولانی اگر بگذره، باز باعث التهابات مفاصل و درد مفاصل، درد شدید مفاصل و همچنان میتونه باعث سوی شکل مفاصل و تحریب کامل مفاصل گرد. بله بسیار عالی دکتر صاحب. خب در ارتباط با تشخیصش صحبت بکنین، وقتی یک فرد که روماتیسم داره نزد شما میاد دکتر صاحب، شما چی دریافتای کلینیکی را از اونها خاطر داشتین و همچنان حکایه های مریض چی هست و با کدام معاینات میشه که روماتیسم مفصلی تشخیص شود؟ بسیار خوب، مثل قبلا گفتم روماتیسم یک مرض خود ایمنی بدن است. بله، که باعث التهاب و درد مفاصل میگردد. دیگه تشخیص روماتیسم در اوایل کدام علائم یا کدام تست موجود نیست که در ابتدا روماتیسم تشخیص کنه. بله، البته دکتر صاحب نظر به تجربهشان میتوند با آزمایش خون عارف، یک نوع پروتینی است که در خون 60 الی 70 درصد مریضای روماتیسم مثبت میباشد. بله، و همچنان از طریق آزمایش خون CRP و ESR، البته با بالا بودن CRP و PSR همچنان ما میتونیم روماتیسم تشخیص کنیم و همچنان از طریق مایع مفصلی، یعنی اگر داخل مایع مفصلی گلومولول های سفید خون بالاتر از 10,000 باشد، این هم میتونه در تشخیص روماتیسم کمک کنه به ما. و طریقه چهارمش ما میتونیم از طریق رادیولوژی، یعنی از طریق عکس
میتریم روماتیزم تشخیص کنیم که معمولا در عکس یا در رادیولوژی استوپروز مشاهده می شود یا فاصله مفصلی نزدیکتر می شود و همچنان ما میتونیم از طریق عکس برداری تحریب مفاصل را هم مشاهده کنیم و یا سوی شکل مفاصل را همچنان مشاهده کنیم که به این طریق ما میتونیم که روماتیزم را تشخیص کنیم. بسیار عالی دکتر صاحب. خب میشه در ارتباط با این هم صحبت بکنین که اکثر اشخاصی که دچار به روماتیزم مفصلی هستن کدام علائم نزدشان دیده میشه تا که نسبت به فرد عادی چی مشکلات را داره؟ اکثرا اشخاص معمول و اشخاص که مصاب به روماتیزم است فرق بسیار زیاد داره. مشکلات یعنی مشکلات فراوان داره که البته سه مشکل بسیار عمده داره که مشکل اول از عبارت است مشکلات قلبی و آیی می باشد. به خاطر که خود روماتیزم همچنان می تانه باعث مشکلات قلبی گردد، باعث مشکلات پریکاردیتیس یا التهاب پرده قلب گردد و همچنان از استفاده دواهایی که به ضد روماتیزم استفاده میشه مانند کورتیکوستروید ها یا مانند انسایدی ها انالجیزیک ها اینا همچنان میتونن مشکلات قلبی را به بار بیاره. یعنی مثلا کورتیکوستروید ها استفادهشان میتونه مشکلات افزایش فشار خون را به بار بیاره، میتونه افزایش شکر قند خون را به بار بیاره و همچنان اینمی کورتیکوستروید ها میتونه باعث حملات قلبی و مشکلات قلبی گردد. و طریقی تفاوت سومی که میان افراد معمول و افراد روماتیزم است که پوکی و سوغان معمولا در کسانی که دارای روماتیزم هستند پوکی و سوغان رخ میدهد. این هم به دو دلیل است. یک دلیل که خود روماتیزم هم در نهایت باعث پوکی و سوغان میگردد و حتی باعث سوی شکل و تحریب کامل و سوغان هم میگردد و دواهایی هم که به ضد روماتیزم استفاده می شود یکی از عوارض جانبیشان پوکی و سوغان یا استروپروس می باشد. بنابراین این سه تفاوت بسیار عمده بین اشخاص که دارای روماتیزمن و اشخاص که دارای روماتیزم نیست این موجود می باشد. بسیار علی دکتر صاحب، سلامت باشین. و همچنان بیننده های عزیز دکتر صاحب و معزز در استودیو با ما هستن. بحث بعد از یک میان برنامه کوتاه ادامه می دیم. دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و همچنان دکتر صاحب معزز در استودیو ما هستن و در ارتباط با موضوعی که صحبت داشتیم صحبت را ادامه میدیم. خب دکتر صاحب، در ارتباط با روماتیزم مفصلی معلومات بسیار عالی را کردین. چه خوب است که در ارتباط با روماتیزم قلبی نیز بر بیننده های عزیز ما معلومات بدین. بله بسیار خوب. مثل قبلا ذکر کردم در اعراض و علائم روماتیزم که اعراض روماتیزم دارای یک تب خفیف می باشد. این می تب خفیف یا می تب روماتیزمی که میگیمش بعضن مشکلات قلب را ایجاد میکنه، بعضن هیچ مشکل پیش نمیکنه. اگر مشکل در قلب پیدا کرد یا در پوش قلب پریکارد پیدا کرد و مشکل به شکل دائمی باقی مان، این می روماتیزم قلبی میگه. بله. که اکثران معمولاً اکثران باعث التهاب پرده یا پوش قلب میگردد که این به نام پریکاردیتیس میگه که باعث ایجاد درده قلبی میگردد و همچنان باعث مشکلات قلبی و آیی میگردد. بله بسیار عالی دکتر صاحب. در ارتباط با این هم صحبت بکنین که عوامل تشدید دهندش کدام ها است؟ یک فرد که روماتیزم قلبی داره و یا هم روماتیزم مفصلی داره عادت ها و یا هم کارهایی را که انجام میده، از غذاهایی که استفاده میکنه، نحو زندگیش، چی چیزها سبب میشه و یا هم سبب تشدید روماتیزم ها میشه؟ بله عوامل مختلف داره، لیکن عواملی که زیاد رول خاص خدا داره اکثرا عوامل ژنتیکی هم بسیار رول داره. مثلا ما و شما تاریخچه فامیلی اگر بگیریم اکثرا روماتیزما تاریخچه منشأ فامیلی داره. بس. یعنی به ارثیت میتونه که انتقال شده. ارثیت بسیار رول عمده داره و همچنان عوامل محیطی بسیار رول فوق العاده داره. مثلا در محیطی که زندگی میکنیم ممکن مملو از باکتریا و ویروس ها باشه. یعنی خود ویروس ها یا باکتریا یا هوای آلوده همچنان میتونه باعث مشکلات روماتیزم داره. یعنی فوق العاده روماتیزم را به بار میاره.
و همچنان سن و سال بسیار رول داره که نظر به تحقیقاتی که شده روماتیزم معمولا بعد از سن 40 الی 60 سالگی زیادتر به وقوع میفته و همچنان نزد خانم ها نسبت به مردا زیادتر می باشد به خاطر تغییرات هورمونیشان یا به خاطر هورمون استروژن که در خانم ها زیادتر است و همچنان عوامل دیگری هم است مانند وزن بسیار بالا. وزن بسیار بالا بسیار رول فوقلاده یک ریس فاکتور حتی میتانه بوده برای ابتلا شدن به روماتیزم. و همچنان سیگار. سیگار خودش یکی از ریس فاکتورهای بسیار خطرناک روماتیزم است و میتاند باعث ایجاد روماتیزم شود و همچنان در درمان روماتیزم و در پیشگیری روماتیزم هم رول فوق العاده دارد. یعنی با ترک سیگار ما میتانیم هم از مریضی روماتیزم بهبود پیدا کنیم یک اندازه و همچنان میتانیم پیشگیری کنیم با ترک سیگار. دقیقاً. سلامت باشین دکتر صاحب و معزز بیننده های عزیز. قسمی که دکتر صاحب اشاره کردن عوامل که باعث البته روماتیزم میشه، یکی خو ارثیت رول داره و دیگه ای که بیننده های عزیز چون فصل سرما هست و همچنان متوجه باشین چون سردی خودش عوامل تشدید دهنده روماتیزم است و دردهای از البته دردهای مفصلی را تشدید میده و همین دلیل است که دکتر صاحب پیشنهادهای بسیار عالی و نیک خودان را داشتن. دکتر صاحب چه خوب است که توصیه تان را داشته باشیم افراد اشخاصی که روماتیزم مفصلی و یا هم روماتیزم قلبی دارن، از کدام کارها باید پرهیز کنن، از کدام عادت ها و یعنی دقیقاً لایف استایلشان چی گونه باشه؟ بسیار خوب. توصیه ما بر هموطنان گرامی ما ای است که روماتیزم یک مرضی است که در هر سن سال میتونه ایجاد شود، یعنی در طفولیت، در جوانان، در کهنسالان، در هر سن سال میتونه که ایجاد شود. بنابراین همیشه وقت ما متوجه صحت خود باشیم در هر سن سال در هر استیجی که هستیم، همیشه وقت باید متوجه لایف استایل یا طرز زندگی خود باشیم و همچنان غذای مناسب باید استفاده کنیم. مثلا تحقیقات جدید نشان داده کسایی که از پروتئین باب زیادتر استفاده میکنن و از پروتئین شحمیات زیادتر استفاده، اینا زیادتر فیصدی بالاتر به روماتیزم مصاب بشن. و تحقیقات میگه که اگر کسی از ویتامین سی و ویتامین باب زیادتر استفاده میکنه معمولا نسبت به کسایی که پروتئین استفاده میکنه در امان میباشه از مشکلات روماتیزم. و همچنان با انجام تمرینات منظم همیشه وقت باز ما سپورت کنیم به شکل منظم و به شکل درستش و با انجام حرکات فیزیوتراپی منظم ما میتونیم که از روماتیزم پیشگیری کنیم. بسیار عالی دکتر صاحب. در اخیرم شاید بیننده های عزیز هم منتظری سوال باشن که آیا روماتیزم تداوی قطعی داره و یا هم خیر اگر داره میکانیزم تداویش چگونه هست و اگر تداوی نشه کدام اختلالات و یا هم مشکلات را به بار خواهد آورد؟ روماتیزم بر علاوه پیشرفت های علمی که در جهان صورت گرفته، لیکن بدبختانه روماتیزم تا فعلا درمان قطعی ندارد. لیکن هدف از تداوی روماتیزم تغییر مسیر روماتیزم است، یعنی از اختلالات روماتیزم جلوگیری به میان میاد و از مشکلات و اعراض و علائم مشکل روماتیزم جلوگیری شود و همچنان تا فعلا در دنیا روماتیزم درمان قطعی پیدا نکرده. یعنی میکانیزمی که سیستم دفاعی بدن ما به طور اشتباهی انتی باڈی را که در خط مفاصل بدن میفرستد و در اونجا باعث التهاب و درد و التهاب میگردد و بنابراین تا فعلا درمان قطعی ندارد. درمان های بسیار موثر و مفید موجود است. در سر درمان یک اندازه پیشرفت هم صورت گرفته، لیکن تداوی قطعی تا فعلا پیدا نکرده. متاسفم. سلامت باشین دکتر صاحب عزیز و همچنان از اینکه ما را خرسند ساختین و در برنامه ما تشریف آوردین و از معلومات عالیتون ما بهره مند شدیم. سلامت باشین. تشکر. همچنان سلامت. دوستان عزیز، این بود داشته های بخش برنامه که ما دکتر صاحب معزز دکتر صاحب قیوم هاشمی را با خود داشتیم و در ارتباط با روماتیزم و همچنان روماتیزم مفصلی و روماتیزم قلبی بسیار معلومات عالی و دقیق را ارائه کردن. ان شاء الله که برای تمام شما بیننده های عزیز مفید واقع شده باشه. فعلا هم یک میان برنامه کوتاه داریم، البته دوباره برنامه Thank you.